اینها تازه ترین محصولات صادراتی ایران به غرب هستند. شورت و زیرپوش زنانه و مردانه. آناهیتا رزمی، هنرمند ایرانی آلمانی، این فروشگاه را برای 3 هفته در برلین راه انداخته تا لباس زیر ساخت ایران را به آلمانی ها بفروشد. ممکن است فکر کنید شوخیش گرفته. اولش ایدم تقریبا یه شوخی بود. گفتم چرا اینو تو آلمان نفروشید؟ کدوم محصولات ایرانو تو آلمان میشناسید؟ اگه از مردم اینجا بپرسیم میگن فرش، زعفرون، پسته، فقط همین. من از اینکه یه بار هم که شده ایران نماد چیز دیگه‌ای بشه استقبال میکنم. به همین خاطر تلاشم برای معروف کردن این لباس زیرها خیلی هم جدیه. مخصوصا با توجه به نگاه و پیش فرض هایی که مردم درباره ایران دارن. آناهیتا میگوید این لباس زیرها را به خاطر مارکشان دو فرد برای آوردن به آلمان انتخاب کرده. مارکی با حدود 75 سال سابقه که در این فروشگاه محقر در بازار تهران فروخته می شود. مغازه‌ای که هنوز حال و هوای تهران قدیم را دارد. آناهیتا معتقد است تولیدات بافندگی اخوان رضایی که شاید حس نوستالژی خیلی ایرانی ها را قلقلک بدهد یک محصول کلاسیک ایران و تهران است. با تاریخچه و نشانه هایی از گذشته. قبل انقلاب اسم مارکش دوفره بود. یعنی با وجود ایرانی بودن اسمش فرانسوی بود. ولی اون موقع رابطه با اروپا و غرب متفاوت بود. جالبه که هنوز اون اسم به صورت خط خورده پشت مارکا هست و زیرش هم به آلمانی نوشته محصول نخ درجه 1. با وجود توافق تاریخی ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران در وین، هنوز تحریم‌های تجاری ایران پابرجاست. برداشته شدن تحریم‌ها ممکن است مسیر زندگی آناهیتا را هم تغییر دهد. چون تحریم‌ها هنوز برداشته نشده، من برای سفارش دادن جنس بیشتر مشکل دارم. الان اگه یک مدل تموم بشه دیگه تموم شده. ولی اگه تحریم‌ها کم بشه ممکنه به این هم فکر کنم که شاید باید کار هنری رو کنار بذارم و وارد کار لباس زیر بشم. البته فعلا این مغازه پروژه‌ای هنری است با کمک شورای شهر برلین. پروژه‌ای که هدفش نه بالا بردن حجم و تنوع صادرات غیر نفتی ایران، که تلاش برای تغییر نگاه به ایران است. نگاهی که آناهیتا رزمی امیدوار است با پوشاندن لباس زیر ایرانی به تن مدل‌های آلمانی و شاید مردم عادی آلمان نرمتر و صمیمانه‌تر شود.